بله متوجهم. بله درست میفهمم. بله همینه، متاسفانه سخت‌ترین کار دنیا اسباب کشیه. بله ببخشید که من نتونستم بیام کمکتون کنم، شرمنده. راستش من برای یه مسئله میخواستم مزاحمتون بشم، گفتم اگه اجازه بدین که بیام خدمتتون. بله بله باشه، همه این کار میام خدمتتون. خداحافظ شما. خداحافظ. آقا طلا اما واقعا دست طلا خدا تو رو خدا یعنی نیست واقعا طلا قادری خدا تو خدا بنگال که نیستش که خودتو بزن به مشمردگی یه سلام بده و یواشی برو تو اتاق بلدی که یعنی بزنم زیره؟ بابا ازت عکس داره، مدرک داره. خب برای همین میترسم دیگه. خب اصلا همه رو بنداز گردن قادر. یعنی دروغ بگم؟ نه خب مصلحتی خاله عیب نداره که، بعدم اگه چاره دیگه ای داری ها؟ نه خیلی خوب، بگو قادر با جعب شیرینی اومد دم دانشگاه، من انقدر عصبانی شدم، زدم زیرش. آخه برای قادر بد میشه، بعد هم که بابا باور نمی کنه. حالا کوتا بابات قادر رو ببینه، بعدا سرد میشه، بعد هم یه خود گریه کن، یه خود آب تابشو زیاد کن، باور میکنه، قبول میکنه دیگه. نه علکی نمیشه. خب فکر کن من مردم خاله. آخه خدا نکنه، ولی من باید حتما تو موقعیتش قرار بگیرم. خدا خب چیز کن ببین اصلا اینطوری کن، نگاه کن خاله، ببین این دست اینطوری کن، خب اینجا واسه خواهید عشق بکشی، اینطوری کن، بعد یه چند تیجی شوردن بذار. خاله من نمیتونم بکشم. ببین گفتم افتانه رو بخواه در دانشگاه، اگه میبوری اتفاق نمیافتاد. اگه تو هم کار آقا بازیم گل نمی کرد اینجوری نمی شد. این حوله رو ببینید بابات. چی شد این حوله؟ بفرم آقا. سرمون چی شده؟ چرا گریه می کنی؟ نه مادر چیزی نیست. چرا چیزی رفته تو چشه؟ نه دارم گریه می کنم. واسه ببینم واسه ببینم چی شد. کو کجا رو این دختره؟ گریه می کنه چیزی نیست. حرف نزدم اصلا چی نبود. گریه می کنه. گریه کنه یعنی چی؟ بیا اینجا بینم دختر. بله بابا. تو رو نمیگم. افسانه بیا بیرون بینم. تو کاری نداشت. برو با کار نداشت. افسانه بیا بیرون. سلام بابا. بابا ببخشید من اصلا نمیخواستم شما رو ناراحت کنم. لا. میگی چی شده یا نه؟ قادر بلند شده اومده بود دم دانشگاه. من نمیدونم واسه چه شیرینی خریده بود آورده بود. منم شیرینی رو پرت کردم تو صورتش. واقعا؟ آره از این گریه. شیر مادرت حلالت باشه دختر. بابا شیرینی تر بود یا خوش؟ چه فرق میکنه با هم؟
آقا شیرینی تر از اون خوشمزه. دوستشم تر و شیرین باشه، همچی بکسه به تنش. پسر بیلیاقت. خب آقا اون چی کار کرد؟ هیچ دیگه. بهش گفتم اگه یه بار دیگه این طرفا پیدات بشه، ماما اون بچه 100 سال این برای اصلا پیداش نمیشه. نه منظورم این طرف هاست که، منظورم اون طرف هاست، یعنی دوروبر دانشگاه. گفتم یه بار دیگه این طرفا، یعنی دوروبر دانشگاه پیدات شه ها، من حراستو خبر میکنم. آفرین باریکلا، الحق که دختر خودمه، با جنم و ارزه و فهمیده. خب اون چیکار کرد؟ هیچی دیگه، تو اومدی یه کلمه حرف بزنه. گفتم الان زنگ می‌زنم بابا جانم بیاد تکلیفتو روشن کنه. گفتم بابام حق داشت، نمیومد رضایت بده، تو همون هلفتونی میموندی درس عبرتی برات بشه. آخه آدم انقدر بی‌مسئولیت، انقدر بی‌مسئولیت. دست مریضات دخترم، دست مریضات. بابا اینا که میگودی من چشام پر اشک شد. می‌بینی خانوم؟ می‌بینی؟ این دخترم عین باباشه. با جنم و با عرضه فهمیده است. خودش میدونه این پسر به دردش نمیخوره. خاله متانتت میاد اینجا چه قشقرقی به پا میکنه. بی خود میکنه. بابا دخترم خودش نمیخواد، مگه زوره؟ بابا جان من میگم زودتر تکلیف اینا رو روشن کنید. مردم که مسخره ما نیستن، هر دوتاشون تو آب نمک خوابوندین. افسانه. ای مامان جان من اصلا از قادر دل خوشی ندارم و تازه دست شاکی هم هستم، ولی این خواستگاره که برای بابای من یه ارزن ارزش قائل نیستم. بلند میشم میان دوروبر دانشگاه کیشی که منو میکشن. آخه آدمای قابل اعتمادی ان. مگه ما چیزی رو برای پنهون کردن ازشون داریم؟ افسان جان تمومش کن. مامان جان تمومش نمیکنم، بذار حرفمو بزنم. اگه شما با قادر قول و قرار نذاشین، خب این خواستگارا که یه ارزن ارزش قائل نیستن برای بابا، ردشون کنین برن دیگه. اصلا این وسط خواسته من چی میشه؟ من خودم میشه اختیاری ندارم. دو نفر دارن سر من دعوا میکنن، من این بز وایسادم نمیدونم چی بگم. خب بگو با. خب چرا الان شلوغش میکنی؟ داری بول میگیری؟ الانم اتفاقی نیفتاده که دخترم. بابا این خواستگار افسانه گفت این رفته، این مارمولک رفته دم دانشگاه که افسانه رو ببینه. البته من جلوشون وایستادم و گفتم بابا این دوتا با هم فامیلن، سوء تفاهم شده. ولی الان دارم به شما دو نفر میگم، اگر این قادر با این کف پای صافش پای حرفش وایستاد، خب منم وای میستم. تمام. ببین بابا این داستانه شیرین تره صورت اینا حله دیگه. من حله بابا، حله. صاف گوبوندم تو صورتش. منو سوژه نکردی که بابا جان. مگه من با شما شوخی دارم؟ گرفتین؟ بیا آقا، بیا اون بغل پارک کن، همین بغل. گفته باشم خانم من دست به سیاه و سفید نمیزنم. یعنی چی؟ اینجا خونه دامادته، پس فردا دخترت میخواد بیاد اینجا زندگی کنه. خونه دامادم باشه خانم؟ کی رفت تو خونه داماد چوب پرده زدی که من نفر دومش باشم؟ پسر به این خوبی، پسر به این گلی. نوم گل؟ آره گله، ولی گل آفسایده. من اینا ایدی چجوری کمک دارم برات؟ بچه‌مو برد بالا، نمی‌شناسی؟ همه سلام. سلام، بیاین بالا. میتونی یه کمکی بکنی؟ میل پرده رو ببریم بالا. فقط بیاین اندازه بگیرید. چرا؟ الان می‌خوایم میل پرده ها رو آویزون کنیم، با اندازه پنجره ها رو بگیرن، چند روز دیگه میام واسه نصب پرده. فوتو بیاین. اومدم. سلام مادر، بیا پایین. سلام مادر. من کیفمو بردم. چش دل بر خانم، اومدم. آقا الان میان کمکت. چوب پرده رو اینجا بگیرم خوبه بالاتر بگیرم؟ به نظر من یکم بالاتر بگیری بهتره. شما هر مدلی بخواید من براتون میگیرم، ولی مدلی که شما خواستی براتون بگیرم مجبورم یکم پرده رو بالاتر بزنم. مدلتون حلقه حلقه است و میله از توش باید رد بشه، برای همین مجبورم که چوب پرده رو یکم فاصله دارتر با سقف. آقا فکر کن برای فامیل خودت داری میگیری. بفرمایید. ارتفاعش چقدر بگیرم؟ یه جوری که نه سیخ بسوزه نه کباب. ارتفاعش هم تا رو شوفاش خوبه ها، اما عرضشو بیشتر بگی، سه برابر بگی، بذار پرچین بشه قشنگتر بشه. آره اصلا ما یه زمان خیاط بودیم با این 164 خوبه دیگه فکر کنم. آره لباس که میدوختیم همیشه سعی میکردیم یه خورده بزرگتر بگیریم. میدون چرا؟ خواهد که دو سال سه سال دیگه به دریا رو بخوره. اما این پرده است، پرده رو باید دقیق در بیاری، نه کم نه زیاد.
زیاد بگیری پارچت مصرف میشه، کم بگیری فردا با مشکل میخوری. آقا اینو ولش کن، من هر وقت میخوام مصمم ماهی درست کنم شکم پر، میخوام شکمشو بذارم، یه بده من بذارم، من خیاط بودم. تو با این کارا چیکار کردی؟ من بهتر عقلم میرسه. بیا برو. چی میگی تو؟ آره پرزه چه رب داره به ماهی شکم پر؟ ما رو گرفتی داریم پرده ها رو میزنیم. باورت میشه؟ نه باورم نمیشه. بیا چایی بخور، من اینقدر خوشحالم. آره منم انگار دارم خواب میبینم. تو چرا انقدر نگرانی؟ نه هیچی نیست، عمو رو که میشناسی، حواس درست حسابی نداره، رفته بیرون. حالا پیداش میشه. نه سلام آقا. اینجوری ساعت میندازیم یه تو همیه عمومی یه چیزی کجا را؟ سلام، حال شما. تو چرا دو ساعت تلفن جواب نمیدی؟ چرا اینجوری جمع جور نکردی؟ آبروم رفت شده برم ریختم. حالا دارم دو ساعت دارم زنگ میزنم میگم چرا تلفن جواب نمیدی؟ حتی کار واجبی دارم. حالا که الان اینجا جلو وایسادی بگو چی کار داری؟ چی؟ نگاه کن ببخشید میشه یه لحظه شما تشریف بیارین؟ من بیام؟ لطفا. چیه؟ چی شده؟ اگه میتونستم بگم که بهت میگفتم. یعنی وقت شوخی نیست، خودچینی نکنم. چی شده؟ چیه؟ چی گفتی بهش؟ چی گفت بهت؟ همین. چی گفتی بهش؟ بابا نمیتونم به تو بگم. میگم چی گفتی بهش؟ خودت مسلط باش، خود به خودت مسلط باش. برای چی؟ درست میشه، درست میشه. چی درست میشه؟ اگه چیزی خراب شده که درست شه. چی گفتی بهش؟ چیه؟ بابا میگم چی گفتی؟ ببین نگاه کن، من نمیتونم اینو راحت بهت بگم. من تو رو دوست دارم، یعنی همه دور و بر دارم. من گندی نزدم. نمیتونی چی شده بیانچی شده قادر رو بگم همین بردیسته که دیگه دیگه بیمارستانه. مرد بابا دوروبری همون دوست دارم. آقا این که حرفی نمیزنه، آقا این که حرفی نمیزنه که در شما یه چیز بگید. قادر بگو دیگه بهش. مرد آب دهنم هم خوش نمیتونم قورت بدم. چرا به هم دیگه پاسکالی میکنه؟ آقا بگی من طاقتشو دارم. نگاهش من اینه امتحانش کردم، طاقتش خوبه بگو. آره؟ آره مرد باید مرد باشه، مردی که مرد نماشه مرد نیست. بگو عمو. او پرویز؟ آره همین جان طوری دیگه. خودت ناراحت نکن، اوم دست خداست همین جان. چی شد امو پرویز؟ بابا خیالت راحت باشه، انفارکت کرده، سکته کرده. سکته کرده؟ آره. کی؟ کجا؟ الان کجاست؟ الان هم بیمارستانه رفته. کدوم بیمارستان؟ کدوم؟ چیزی شده؟ آره؟ نه. پس چرا دیگه گریه میکنی؟ بابا مرد گرفتی داری افتاده و زمین. کدوم بیمارستان میگن؟ ببین من اصلا همه شرایط روحی مناسبی واسه حرف زدن ندارم. یعنی چی؟ پاشو بیا بریم ببینم. کجا داریم؟ تلفنی حرف میزن. تو نمیدونی کدوم بیمارستانه؟ نه ذهنی میدونم، یعنی تو خطی میدونم. یه برو اون بر سویشو نهی بردم. دست رو نفر کن. کو؟ سویش بالاست. یه چیشو پشیم باشم. من برم سویشو بیارم. نه ببین کنت سم دست منه ها. خب تو همینه سویش بده من. خب ببین سویشو بده من. بده من. برای چی؟ تو نمت باید شهر توسی فرمون بشه. برو مگه جونم سیر شدم. برو من. ما هم باشون میام. واسه ما هم باشون ما هم میام. میدم لازمه ما هم بیان. خب معلومه دیگه اون مریضه وقت بنیمونیم چی لازم داره. چی میگی دکتر؟ نمیخواد بیان شما. راحت بشی نمیخواد بیان. نه 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 نه. ما هم میان. خب بذار با ماشین خودمون میری. ماما شما وایسی، شما وایسی، ما بر میگردیم دیگه. بابا وایسا وایسا وایسا. من میرم با اینا شما بیا. ما پای سرتون میایم. بیا بریم ما با هم میریم. خب پس بیا. بیا زودتر سوار شو بریم. برو حالا. بایست با بایست بایست بشیم بابا. کجاست؟ آقا تشریف بیاریم؟ جونم؟ یه دفت کشم. همین بیا. کجا؟ بیا بچه.
آقا به مریضه ما رو آوردن اینجا. آقا این مریضه ما آمده اینجا. جنس مردی هستم. مرد آقا ببین زنده است. زمانی هیچ از بگیرم چیزی که اوردنش دو سه ساعت پیش تازه اوردن دیگه همین آقا دیگه آقا ببین آقا سابقه آنفاکتوس رو یاد آلزایمر داشت زمانی تو گاز بگیر بیا برون بر آقا ببینی پرویز خواستا آقا زهرا چه کار کردی؟ اجازه بدید. اجازه بدید. اون کجاست؟ چه بلایی سر اومده؟ اجازه بدید. من اصلا متوجه تفکرات شما نمیشم. ببخشید آقا. من 100 دفعه به شما زنگ زدم. شما چرا جواب تلفن من نمیدید؟ آقا تو چرا انقدر حرف میزنی؟ میگم عمون کجاست؟ آقا اصلا یکی متوجه افکار من نمیشه اجازه بدید. میگه عموش کجاست؟ بگو عموش تو اتاقه. بفهم. تو چرا میزنی آقا؟ چی میگی دم؟ من دارم میگم که چرا چاوه تلفن منو نمیدین؟ عمو پرویز. عمو پرویز. عمو پرویز. عمو پرویز. افتادی رو تخت میرم. آره بس چی؟ خیال کردی دارم چالش بانکر رو میکنم. اما حمید خول بوده قلبت داره. عمو جان الان خوبی؟ الان حالت بهتره؟ پرویز خان من که لایق نیستم انشالله حمید قربون قلبت بره الحمدلله حالتون بهتره نیست عمو درد داری؟ نه فقط یه ذره خواب آلودگی دارم بهتر نه آلودگی خواب آلودگی عرض کردم من مطمئن بودم هیچ کسی با آنفاکتوس اول نمیمیره انشالله تا 3-4 تا آنفاکتوس را داره چی میگی تو؟ همه جا داره شما بخواه دلکاری ندید؟ بابا حالا خدا را شکر چیزی بابا ما فکر کردیم حالا بلای سرش اومده بیچه بلای سرم اومده دیگه بگر آزار ندارم که باشه بیام تو بیمارستان بگم الحمدلله که به خیلی گذاشت پرویز خان قصه‌هاتون رو نریزین تو خودتون بریزین بیرون خب پرویز خانم مثل من کسی رو نداره که قصه‌هاش رو بگی که قصه‌هاش رو بخوره خودش قصه‌هاش رو میخوره چی؟ واقعا این یکی رو نمیتونم دوباره تکرار کنم ولی پرویز خان اصل قضیه اینه که من تنهات نمیذارم من خودم قصه همه قصهات رو میخورم همیشه پیشتم قادر جان جانم من حاضرم جان بی بلا حاضرم توی این بیمارستان روزی 3 بار شیمی درمانی بچم ولی توی بونجوی کنار من نباشی خدا نکنه امو خفه دارم بگی توش من حواش سنگیری بابا بذارین استراحت کنیم مریض هر چی دورز خلوتتر باشه بهتره بری از قدیم گفتن اجساد در آینه بغل از اون چی که شما تو آینه میبینی به تو لبه با آبا برما بری بابا من خواستم مراقب باشم نمیخواد مراقب باشم شما متوجه افکار من نیستی جواب تلفن منو نمیدی میدم آقا آقا ببخشید ما این همه سر صدا کردیم شرمنده همین رفتن شما اینجا چی کار میکنی؟ برو بگیر بخواب برای قلبت خوب نیست چی بودم میگیرم بخوابم؟ بابا من علکی خودمون زدم به ضعف و قش که آبرو تو رو جلوی فک فایلک زنت بخرم بعد تو همه شون رو بردی که بردی بالا سر من اما یعنی شما الان حالت خوبه؟ من بد نبودم که میخوام خوب بشم تو مگه نگفتی طلا رو دست به سر بکنم خب منم خودم زدم به سکته که اون عرجی بکشونم بیرون تو بدونی با زن و فک فایلک بری بالا دیگه بابا آخه اما 1000 تا راه برای دست به سر کردن هستی بابا چرا این بود خودم بشم سکته میگردم چه میدونم بابا من دیگه امکاناتم همین بود حالا بیا یه دیتا درد کن یه کنفت بخوریم یه دیگه یه اما حالا توی این فاصله که اومده ملاقات شما که این کنفوت ها رو بردم برسی نه اومد دیگه بشین تا بدیگه این تلاله خیلی ترسید بگی بشین مجبورش کردم که بره کنفوت بگیره که انتقام بگیرم ازش عمو جون چرا متوجه نیستی بابا این چیزا قند داره برای شما خوب نیست بابا تو کل کل که انسانی تزریق نمی کنه که بخور بابا بخور خونه بکه اما واقعا فکر کردم سکته کردی آیا ناراحتی سکته نکردم نه قربونت برم یه چه حرفی میزنی این قادر یه جوری به من خبر داد اصلا قلبم داشت میاد تو دهنم زهرم ترکید خودم داشتم سکته میکردم آقا
تو چه توقعی از اون بونجون ناقص و نقص رو داری؟ آره که همیشه فهمیدی، ولش کن دیگه. باشه، میخواده به من؟ باشه برو فکر فامیلات رو ردشون کن، میرم از این بیمارستان نجات پیدا کنم تو اولی قلب باز رو من انجام ندادم. باشه، باشه، فقط شما نهی بیرونه، خب؟ باشه، اینم برش دیگر بوده. خب ببین هنی، ببین ترخیص منم بگیر و سریع بریم خونه. اینجا آدم سالم بمونه کشته میشه، میمیره. ببین همون چی کار بود؟ برو. باشه. اما پرویز جان ممنونم که به خاطر من این کارو کردی. قابل شماره نداشت. بعدی شو بود مهندس قدومت دارم. برای یه بارم که شده متوجه افکارات من بشو، حداقل جواب تلفن‌های منو بده. خدا رو شکر الان خوبه. ولی خب درد داره دیگه یکم. آره ببخشید شما از کاراتون افتادین. شرمنده. نه بابا این حرفا چیه؟ پرویز خان که جونش واجب‌تره، برای کار وقت زیاده. خیلی ممنون، تشکر. ببین آقای طلاق خان شما هم شانس آوردی ها، اگه عمومی من بلایی سرش میاد حالا ولت نمیکردم، میفهمی؟ ای بابا حالا بیا خوبی کن آقا حسن، بیا از این اطلاعات بیمارستان بپرس که عمومی شما رو کی آورد اینجا؟ اون وقت شما به جای تشکر خالی توپ پتاشر میزنی؟ تشکر چه مرد حسابی زدی؟ عمومی ما ناکار کردی؟ با امباره اقلا خواه حق بده دیگه. او عمومی من این سور ما رو گنده قلبش داشت یک ساعت کار میکرد. من چی گفتی؟ قلبش گرفت افتاد گوشه بیمارستان. من که چیزی نگفتم، فقط یک کلمه گفتم که دوباره نمیخواد تکرار کنه. الان ولی میشه حالش بدتر میشه. عزیز من باشه، ولی حرف من میدونی که حرف نزد دیگه. میخوای اوتور از اینی که از بدتر کنی؟ باشه بابا، ولی من میگم دیگه حرف نزد همینو میخواستی؟ چطور میزنی آقا؟ آقا محترم چیکار داری میکنی؟ مگه چیزی نگفتم که؟ بابا آقای جهانی به اعصاب خودت مسلط باشی. میگی تو اون خودش هم نمیفهمه چی میگه، شما میخوای بفهمی چی میگه؟ اعصاب خودت خرد نکنی. ببخشید اینا رو تقصیر منه، شرمنده زحمت افتادی من اینجا. هم پاشو برو خونه دیگه، من اینجا هستم ببینم اگه کاری از دستی ساخته است انجام بده. خب این میخواد انجام بده، تو واسه چی بمونی؟ من پاش بری. باشه راست میگه دیگه، شما پاشو برو خونه، من هستم. نه نه اصلا نه نگار نه کسی از نمیخواد، تو که خسته بودی سر کار بودی، هیچ کی نمیخواد بمونه. بفرمایید تشریف ببرید خونه. کار داری یه وقت تا همین الانشم تو زحمت افتادین، تشریف ببرید. بفرمایید کارا تو بمونه. بفرمایید معذرت میخوام، نمیخواد سر کار باشی. نه بابا من هستم، برو خونه. پس یه زنگ به من بزن. آره هر از خودتو بخواد. خیلی ممنون، ببخشید خیلی لطف کردید، خیلی ممنون. واقعا خیلی ممنون پدید. نه با مقالش از من تو بهتره، برای اینکه طلا رو دست به سر کنه جلوی اینو من آبروم نره، برای خودش زد به مریضی و قلب درد. واقعا؟ آره واقعا. الان برو وسایلاشو جمع کن، بعدم برم حسابداری، بریم برگه ترخیصشو بگیرم حساب کتاب شو. آقا حسابداری کدوم بره؟ حسابداری من با امون تنها توی اتاق نمیدونم. خسته نباشید آقا. این حساب بیمارمون میخواستم بدونم. آقای پرویز خواسته. آقای پرویز خواسته. تو برای چی دومونه؟ آقا تو کی میتونی من پرویز خان توی اتاق باشم به مشکل میخوری؟ 1,170,000 تومان. بله؟ 1,170,000 تومان. آقا چه خبره؟ اما من 1-2 ساعت بیشتر نیست که اینجاست. شما داری تصاعدی حساب میکنی؟ با تصاعدی چیه؟ هزینه هاش اینجا نوشتن دیگه. هزینه آمبولانس، نوار قلب، نوار مغز، اکو، دستمزد دکتر. اصلا خودش هم اینجا بستریه که برین از خودش بپرس. آقا این چیزایی که شما داری میگی ما بریم از یه آدم سالم بپرسیم، قلبش عبت راست گریپاش میکنه، چه برسه به مریض ما که اصلا مشکل قلبی داره. در صورت باید 1,170,000 تومان پرداخت کنین تا بتونین مریضتون رو ببرین. صورتش هم دارم. ببخشید آقای دارم. نه نه میدونم لیستشو دارین، اسمتونو میگم. همینو میگم، دارم. سعید دار. آقای دار از میخواه اگر که ما اینو پرداخت نکنیم چه اتفاقی میفته؟ مریضتون باید اینجا بمونه. آقا شما دارین با امون پرویز من گروکشی میکنیم. آقا در صورت راهش اینه، بعد این هزینه رو پرداخت کنین تا بتونین مریضتون رو ببرین، وگه نه اینجا میمونه. آقا اجازه بده یا همین دیگه. آقای دار من جاش میمونم، مریضمون رو مرخص کنم. ببخش آقای دار معذرت بخوام، مگه تو مریضی که اینجا جای مریض بمونه؟
آقا اولا من عینبی هم خود احساس ناراحتی داره، بعدش هم برای من چه فرقی میکنه؟ میخوام بیام خونه تو رو اون کاناپه معلق بخوابم که دائم قیل میخورم میفتم زمین، بذارش اینجا رو این تخت بیمارستان میخوابم زیر نظر پزشک. آقا در اصل اگه بخواد بمونه هزینهش بیشتر میشه. الانم بفرمایید مردم تو نوبتن، بفرمایید. اون دیگه کسی نیست. آقا بعد حتما کسی باشه تا شما نوبت رعایت کنین. بفرمایید دیگه. میام طول لیم شد. دارم. دو تومن دارم. خب بده من دستی بدم. چل بگیم. حالا حالش بگیرم. درست. داره میگه 1,170,000 تومن. تو منظور 2,000,000ه؟ تو واقعا یا نمیدونی 2,000,000 چقدره یا معنی دستی رو نمیفهمی. آقا کی الان 2,000,000 دستی میده؟ بزن جیبه، بزن جیبه. ببین آقای دار، من با شما ندارم. من مثل برادر کوچیکتون. میدونی من همه چی دارم. اینا خودم توی شرکت سرمایه گذارم. اصلا وقت سرخوردن ندارم. بخوام بیام اینجا سر به سر شما بذارم. من الان پول ندارم. خب داشتم میادم خونه بیرون، پولم اونجا گذاشتم خونه. یعنی اینجا ندارم، اونجا دارم. آقا واسه چی با فامیل من شوخی را انداختی؟ هی دارم ندارم. 1,170,000 تومان بعد بدی مریض تو برداری ببری. هی دارم ندارم. آقا من واقعا ندارم، من با شما شوخی ندارم. خیلی باید این چیزی که دارم. یه کارت ملی داری؟ دارم. اینقدر نگو دارم، اساس نشون بدم. آقای دار، این کارت نمونه پیش شما، من فردا میام خودم دستپوستتون هستم. فردا پول دارم. کدومتون میام؟ این پسر خالم. قادر بیست هست. اونجا یه جور دیگه خندیده. به خودش. آقا بگو خلاصه بره دیگه. چطوره شما رو؟ یعنی چیه؟ شکلک در بیارید؟ نه، چیزی هیچی هم نه بگو. هزینه درمون عجیب غریب رفته بالا. هر جوری حساب میکنم الان آدم فوچه ارزونتر در میاد. دهن تو بزن. بله. زمانه تو گاز بگی. منظورش منه. یعنی من اگه تو بیمارستان میمردم بهتر بود؟ با صرف در بود؟ خدا نکنم. بابا خدا نکنه پرویز خان. من مثال زدم. در مثالم جای مناقشه هست. تو حرف یومیتو به زور میزنی. لازم نکردی مثال بزنی. مثال میزنی. عمو جون. درسته من تو این شرایطم. یکم اوضاعم به هم ریخته. خونه و ماشین که سهله. جون هم بذارم آن نمیذارم یه موثرت کم شه. دوست دارم همیشه صحیح و سلامت سایت بالا سرم باشی. ممنون. بله. مهم اینه که الان پرویز خان حالش خوبه، کنار ما هستم. مهم اینه که الان بیمارستان مرخص شدن. مهم این نیستش که کی چجوری پرویز خان آورده بیرون. قادر یه دونه میزنم بری تو همون بیمارستان یک سال اونجا بمونی. مهم من نباشه که بیارتت بیرون که بیارتت تو. یه دفعه کن تو دخالت نکن. خورد میکنه. اگه این من از بیمارستان آورده بیرون، همین الان برگرد و منو بیمارستان آورد. بر من اوف داره. نه پای اصلا به قیافش نمیاد. همون نمیاد. حالا من مخوز بهیام حرفی نزدم. چی؟ مخوز بهیام. اون گلابی خودتو بده به من جان. گلابی که من خودت مهم اصلا داری؟ منظورم گلابی بودش. بده من گلابی. بابا خب دارم نه بده گلابی جلو ببینم. همه همه یه دقیقه ببخشیم. خب مفاخری خیلی وقت جلده. سلام خانم مفاخری. بله بله من تو ترافیک گیر کردم، یه کاری داشتم، شرمنده دارم، خدا میرسونم. خانم مفاخری من تا حدود یک ساعت دیگه این طور اونجا. خداحافظ شما. صحابش سعی زد رئیس شرکت بلام شما. اما اینقدر نخورم اونه بده برات. اما چیه همین جایی صحب کردنی نیستش؟ آب بزه قند دارم. آبشو خور یه ذرا. آبشو
بعدم بخندی. دیگه کارتون به جایی رسید که منو سر کار می‌ذارین؟ حالا این دو نفر هیچی که متوجه افکار من نمیشن. شما دیگه چرا؟ شما چه سن و سالی ازت گذشته؟ خودتو میزنی به قش و ضعف که این آقا حمید با نستا بره بالا میلپرد نست کنن. وقتی زبون آدمیزاد حالیت نمیشه باید با تو اینجوری برخورد کرد. منو بگو که به خاطر شما پس افتادم. آقا حمید به خاطر این کارت پروندت بسته است. میخ زدی به دیوار قبل از تسویه حساب. من دیگه کوتاه نمیام. میدونی چیه؟ کاری بهت میکنم که متوجه افکارات من بشی. آرومتر. تو هم آرومتر در بخشم. چیز نشد. آقا چه خبرته؟ من برای توضیح میدم دیگه. اصلا عمو پرویز به خاطر من این کاری کرد. شاید هم این عمو پرویز جان شما فردا به خاطر تو تیزی گذاشت زیر گردن من. کی جواب منو میده؟ من تیزی هم چی از قطعی دیدی؟ شاید هستی؟ حواست تو چی داری با چه حرف میزنی ها؟ ببین من تازه از زندان آزاد شدم. سابقه دارم یه کاری نکن یه کاری بدم دسته. ولش کن قادر. میبینی آقا اینا جفتشون داره منو تهدید میکنن. قادر فکر کنم زشت شده دارم. آقا معذرت. اجازه بده. تا امروز قضیه وکالتی بوده، از این به بعد حیثیتیه. الانم زنگ میزنه آقای سمدی میگم شما پول بده نیستین، قرارداد فسخ. زنگ بزن ببینیم. حالا میبینی. حالا میبینی. 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 من هیچ چیزی نمیگم میبینی. آقا ببینم نکن. من پوسکلفتر از یربا. آقای پوسکلف، آقای صفو، آقای کرکدی، آقای کرگدن، آقای جوجه‌دگی. تو هر کی باشی واسه برات بوده. نفتمانی. واسه باشم. شما اصلا متوجه افکار من نمیشید دیگه. برو. حالا میبینیم. برو دیگه. همش به جنگ دعوا داریم. همونجوری برو بدرم، برو با قادر پر. قادر؟ بله. برو بردار، بریم بالا، خب؟ من تو کیپا برم برگرم بیام. اینم دیدین دیگه چیزی نگیم بهش، خب؟ نه پیشونی بری، اما تنها زنیم. هم خدا فرسیم. خودت باشه. خودت باشه. باشه. زیاد میکنم. بگم با این که اصلا ازت خوشم نمیاد. ریخت تو رو میخوام ببینم، ولی خوشم اومد. خوب رفتی تو شکرست. نوکرتم امو. هیکل تکه. آره من موقعی که خون به مغزم نمیریزه اصلا بعد جوری قاطی میکنه. از نارسایی خون نیست، مغزت معیوبه تو. با همو تعریف میکنی، بذار دو دقیقه لذتشو ببری. ای کلید بیا من باز میکنم. کلید میخواد چیکار؟ اما اون در نیست. این خوبی شما؟ تمام نشد اسباب کشی؟ آقا به هر زور و مکافاتی بود همه رو آوردیم پایین ریختیم بالا. این چند تا هم بندازم بالا دیگه تمومه. خسته نباشی. قربون شما. سلام. خوبه؟ نه نمیخوام. خانم فقیری کجاست؟ بالاست. بالاست. ولی آقا ببخشید ما دهنم قرصه. حداقل یه تعارف نزد بریم بالا. چیزمون. بفهم. نه نمیخوام خیلی. بدون سوال اونجا میخوام بگیرم. نه نمیخوام خیلی. نه میگم نمیخورم دیگه. ترکاش من. یه لحظه بیا. آقا این دو تا رو بندازم بالا بیام. یه دقیقه شروع کن. برو اون دو تا رو بنداز بالا. یه دقیقه تو بیا. بله. ببین. میگم که خانم مفاخری که این شرکت اومد بیرون و دوباره برنگشت به چیزی برداره بره. آقا وجدانم من تو اونجا بودم که برنگشت بیاد. اسمم دارم یواش بهت میگم. بعدش هم که دیگه من همه رو سپردم به فامیلتون اونجا دیگه کاری نداشتم اومدم اینجا. بعدش هم خبر ندارم دیگه چی شد. واسه به کدوم فامیلم؟ همین که مثل چشاتون قبولش دارین دیگه قادر. ای خدا تو رو تو چرا به اون سپردی؟ آقا دورت بگردم نیکیو پرسش میخوام با آدم خوبی بکنم بگم نکنین. بعدش من ممنون دارشم اومد جای من وایساد به دادم رسید. اگه نه الان من اینجا نبودم که خانمم با وام موافقت نمی‌کرد. سلام خانم، شما برای چی زحمت کشیدین؟ شکستنی بدون من میبرمش دیگه. شکستنی بود آقای کامرانی زحمت کشید همه شکست. بذار اونجا بیا ببرم. سوپوچولوسیه دیگه. الان خوبین شما؟ اول اینکه یه عذرخواهی بابت امروز بهتون بده کارم. به خاطر اینکه ما مهمون داشتیم خونه من نرسیدم بیام کمک کنم. یکم کارا گره خورده بود. این شد که نشد شرمنده. خواهش می‌کنم این حرفه که من راضی به زحمت شما نیستم. بعدش هم یه تشکر بهتون بده کنم بابت امروز.
اومده امروز؟ که نامزدم اومد وسط ساعت کاری پیشتون شما وقت گذاشته صحبت کرد. نه اتفاقا من ازش خیلی خوشم اومد، خیلی خوشمشرب و بگو بخم خیلی با هم گفت نظر لطفتونه، خیلی ممنون. میکنم. حالی چرا اینجا هستیم؟ بفرمایم بریم تو. نه نه همینجا راحت. تو بفرمایم. حالا درسته که تو خونه دیگه وسیله‌ای نیست و همه رو دارم میبرم. ولی یه فلکس دارم توش چای و قهوه هستش. بفرمایم. نه همینجا راحت فرم مفخری. من اومدم یه دو کلام صاف و پوسکنده با هم دیگه صحبت کنم. آه خواهش میکنم. خب منم چون میدونستم شما حرف دارین گفتم بیای. بفرمایم من گوش میکنم. ببین خانم مفخری، من قبلا از وضعیت زندگی و از شرایط مشکلاتم براتون گفتم. ولی الان اومدم اینجا که یه بار دیگه بپرسم. که چی؟ که واقعاً شرکت ورشکست شده؟ یعنی ما این همه بدهی بالا آوردیم؟ منظورتون چیه؟ خانم افاخری، آخو من هر جوری دارم پیش خودم حساب میکنم جور در نمیاد. یعنی یا آدم بابت دوا درمون این همه پول لازم داشته باشه، خارج از کشور که هیچ یه سیار دیگه هم باشه انقدر ازینش نمیشه. یعنی چی؟ یعنی من الان دارم دروغ میگم به شما؟ نه خانم مفاخری، بفرمایید. ببینید من الان چند سال صادقانه دارم برای پدرتون کار میکنم، الان حق دارم اصل ماجرا رو بدونم. خواهشن شما یه جون نگی که من باورم نشه، حداقل قانعم کنید. و تمام دفاتر حساب کتاب بالا پایین کردم، میدونم الان اوضاع شرکت به هم ریخته است، ولی خانم مفاخری ما باید به مردم جوابگو باشیم. اونا با من اعتماد کردن، من پولشون رو گذاشتن تو شرکت. شما یه جوری بگی انگار من خواستم اینجوری بشه. من نمیگم شما خواستی اینجوری بشه، من میگم بشین با هم دیگه درست حساب کتاب کنیم، به راه حلی برسیم. اصلا میخوای رون دعوتنامه که بهم نشون دادی ویزا بگیریم بریم اونور بشینیم با طرفای خارجی مذاکره کنیم؟ اینجوری حداقل من آقای مفاخری بزرگم عیادت میکنم. خوبه؟ یعنی چی؟ این حرفای بودا یعنی چی؟ شما به چه حقی از من حساب کتاب میخواد؟ تو اصلا چه کاره ای؟ تو فکر میکنی من اجازه میدم که برای من تعیین تکلیف کنی؟ ماشین نامال من حرکت کنه. ببخشید سوء تفاهم نشه، منظور من این نبود. حالا مفاخری منم حق دارم، من دارم این وسط ضرر میکنم. اگر شرایط اینجوری پیش بره من خونه و زندگی آینده‌مو از دست میدم. برای چی؟ خب نمیشه که شما نمیتونی همینجوری از بار مسئولیتشون خالی کنی. شما هم لازم نکرده وظایف منو به من یادآوری کنی. خیلی خوب باشه، من فقط یه سوال دارم. خانم مفاخری تو حساب شرکت چقدر مونده؟ حالا ریال، تومان، دلار چقدر مونده؟ تموم شد. نیست. هر چی بود فرستادم اون. خانم مفاخری ببخشید، بهتره که با من رو راست باشی. با زیر و رو کشیدن چیزی درست نمیشه. ببین دیگه داری پاتو از حد خودت فراتر میذاری. ببین اگه قرار بود من گن بزنم به زندگی که برام کاری نداشت، میشستم به زن سیر تا بیاس همیشه رو تعریف میکردم. ولی من نگفتم، چون فکر کردم اگه قرار رو بدونه بهتره خودت بهش بگی. این یعنی احترام، فهمیدی؟ پس من بلدم که جواب خوبی رو با بدی ندم، ولی مثل که تو لیاقت نداری. یعنی جواب سوال من نبود؟ دلیلی نمیبینم که جواب سوالای احمقانه تو رو بدم. دنبال من میای؟ دنبال ماشین حرکت کن برو. دورت بگردم، میگم بین حرفاتون یادآوری میکردی این وام ما رو بخونید. آ خود از زور اینجا بودی میگفتی دیگه که ممنون دار این اون نشی. ان شاء الله دعوا داره. آخ کی رو ورده؟